سرخط خبر. تشییع کشته‌های حملات هوایی آمریکا در عراق. رهبر هشت شعبی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از کشورش شد. سومین حمله مشترک آمریکا و بریتانیا به مواضع حوثی‌ها. 36 هدف در 13 نقطه یمن هدف قرار گرفت. انتقاد جمهوری خواهان آمریکا از بایدن بر سر عملکردش در حمله تلافی جویانه به سوریه و عراق. میگویند با تعلل به نیروهای ایرانی فرصت فرار داد. و زنان پیشتاز نامزدی برای دریافت جوایز جشنواره گرمی. سلام، به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. من باران عباسی هستم. در عراق رهبر گروه‌های شبه نظامی موسوم به هشت شبی خواهان خروج کامل سربازان آمریکایی از کشورش شده. فالح فیاض امروز در بغداد در مراسم خاکسپاری کشته‌های حمله دیروز آمریکا به عراق صحبت می‌کرد. او تایید کرد که 16 عضو گروهش در حملات آمریکا کشته شدند. آمریکا به تلافی حمله پهپادی مرگبار به یک پایگاه نظامی خود در اردن دیروز مواضع شبه نظامیان نزدیک به ایران را در عراق و سوریه بمباران کرد. فرزین کرباسی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانیه عراق با ماست. آقای کرباسی، در واکنش نیروهای مورد حمایت ایران در عراق می‌بینیم که خواهان خروج نیروهای آمریکایی شدن. به نظر می‌رسه که احساسات ضد آمریکایی در منطقه بالاتر گرفته. بله، اتفاقا امروز 17 نفر هم کشته شد، زخمی بود و امروز آقای حسن عباس البدلاوی یکی از فرماندهان میانی گروه هشت شعبی بود. بله، این تمام فرماندهان رده بالای هشت شعبی، مسئولین بزرگ حزبی مثل آقای هادی عامری، مثل آقای مالکی و امروز آقای فیاض هم اشاره کردند و تاکید کردند که باید آمریکایی‌ها بلافاصله خاک عراق رو ترک کنند. و این مسئله، ببینید، این عملکرد آمریکا در این منطقه و فشاری که الان روی آمریکا هست، ما باید این رو در نظر بگیریم. این ضعف آمریکا نیست که این مناطقی رو زد و به نوعی این تعلل زمانی که در این بین بود نشان از ضعف آمریکا نیست، نشان از این هست که آمریکا درگیر هست در مناطق مختلف در دنیا. در اوکراین ما میدونیم خرج اون جنگ اوکراین. ولی اما اگر که بخوایم روی عراق آقای کرباسی تمرکز کنیم، به نظر میرسه که واکنشی که نشون دادن هم از طرف دولت عراق هم از طرف نیروهای شبه نظامی بیشتر در حد حرف بوده و در عمل فعلا به نظر نمیرسه که بخوان هیچ کدوم از اون دو طرف واکنشی نشون بدن. بله، همین در تایید حرف شما، آقای هادی عامری، آقای حکیم و آقای سودانی واسطه شدند در بین گروه‌های مقاومت به اسم مقاومت که در عراق هستند و برای اینکه حمله نکنند، چون میدونن آمریکا بالاخره مجبور میشه جواب بده و این کشاکشی که در این بین هست در واقع وضع رو خرابتر کرده. ما میدونیم که وضعیت منطقه بحرانی هست و این موقعیتی که الان درست شده هم برای دولت آمریکا هم برای دولت عراق و ایران بسیار بسیار خطرناک است، از این بابت که این سکوتی که ایرانیام کردن کاملا منطقی است. یعنی هر گونه صحبتی، هر گونه تنشی بازم باعث میشه که وضع بدتر از قبل بشه. آقای کرباسی، اما در اقلیم کردستان واکنش چطور بوده؟ خیلی محتاطانه بوده، برای اینکه حکومت اقلیم در این موقعیتی که الان قرار داده ضربه پذیر هست، چون خودش با دولت عراق مشکل داره، خیلی مشکل بسیار عدیده ای داره. از این طرف زیر فشار گروه های نیابتی و تلافی که اونا میخوان انجام بدن، هر کاری که میخوان با آمریکایی بکنن به اقلیم حمله میکنن و به مناطقی که در پایتخت
اقلیم هست. برای همین بسیار محتاط هستن و بسیار هم ترسناک از اینکه اگه این دوباره این شروع بشه در واقع در خاک اقلیم کردستان این خواهد بود و برای همین بسیار با تردید به این مسائل نگاه میکنن و ترس. متشکرم فرزین کرباسی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از سلیمانیه یارو. چند خبر کوتاه. رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که دولت اقامت 1,300,000 مهاجر افغان بدون مدرک را تایید کرده. بیش از نیمی از آنها کودک هستند. گفته شده که مدرک این مهاجران تا ماه مارس تمدید خواهد شد. اطلاعات مدارک آنها از 10 سال پیش به روز نشده بود. این در حالی است که در 4 ماه گذشته حدود 500,000 تبعی افغانستان از پاکستان اخراج شدند و هنوز شمار زیادی در معرض اخراج قرار دارند. یک کمیته پارلمان بریتانیا هشدار داده که ارتش این کشور به دلیل کمبود سرباز و سلاح برای جنگ طولانی آمادگی کافی ندارد. کمیته دفاعی مجلس عوام گفته که جذب نیروهای تازه به اندازه کسانی که ارتش را ترک می‌کنند نیست و باید عده بیشتری در نیروهای مسلح استخدام شوند. پیشتر فرمانده ارتش بریتانیا گفته بود برای جنگ احتمالی با روسیه باید شهروندان را آموزش نظامی داد. بودجه دفاعی بریتانیا در حال حاضر بیش از 60 میلیارد دلار در سال است. مصر میگوید که حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری درآمدش از کانال سوئز را تقریباً به نصف رسانده. کانال سوئز کوتاه‌ترین مسیر دریایی میان آسیا و اروپا است، ولی با ناامن شدن دریای سرخ 2/3 کشتی‌ها دیگر از آنجا رد نمی‌شوند. بسیاری از کشتی‌ها هم ناچار قاره آفریقا را دور می‌زنند. درآمد کشتیرانی در کانال سوئز برای مصر که با شدیدترین بحران اقتصادی خود در دهه‌های اخیر روبروست اهمیت حیاتی دارد. در همین مورد دیشب آمریکا و بریتانیا در سومین عملیات مشترک خود مواضع حوثی‌ها در یمن را بمباران کردند. عملیاتی به موازات جنگ غزه و حملات گروه‌های نزدیک به ایران به اهداف اسرائیلی و آمریکایی. در پی جنگ اسرائیل و حماس پای چندین کشور خاورمیانه و فراتر از آن هم کم و بیش در این جنگ باز شده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. پرواز جنگنده‌های آمریکا و بریتانیا با مأموریت انهدام مواضع حوثی ها. این چندمین بار است که حوثی ها هدف قرار گرفتند. وزارت دفاع آمریکا گفته این بار 36 هدف نظامی را در 13 نقطه یمن در هم کوبیدند. از جمله سامانه های موشکی که حوثی ها از آنها برای حمله به کشتی ها در دریای سرخ استفاده می کنند. آمریکا و متحدانش می خواهند جلوی این قبیل اتفاقات را بگیرند. حمله حوثی ها به کشتی هایی که می گویند با اسرائیل داد و ستد دارند. حوثی ها می گویند در همبستگی با فلسطینی های غزه چنین می کنند. ما هرچی می گیم جدیم و خوب می دونیم که این جنگ برای دستاورد سیاسی و نفع اقتصادی نیست، بلکه جنگی است در همبستگی با غزه و برای وظیفه اخلاقی و دینی و همینطور سنت های ما در یمن. با نزدیک شدن به 4 ماه شروع جنگ غزه، به گفته مقامات درمانی محلی بیش از 27,000 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند. اسرائیل میگوید تا نابودی حماس جنگ را ادامه میدهد، که حالا نزدیک به 10 کشور به شکل‌های مختلف در آن درگیر شدند. از زمان شروع جنگ غزه نیروهای تحت حمایت ایران 10 حمله به اهداف اسرائیلی و آمریکایی در خاورمیانه انجام دادند. یکی از این حملات هفته پیش به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی در اردن منجر شد. آمریکا بعد از انتقال اجساد 3 سرباز به کشور به مواضع شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه حمله برد که عده‌ای را کشت. ولی با پرهیز از هدف قرار دادن مستقیم ایران برای جلوگیری از بیشتر شدن تنش در منطقه. اما ایران میگوید این حملات تنش را بیشتر خواهد کرد. در تلاش برای کاهش تنش، وزیر خارجه آمریکا از امروز با سفر به چند کشور خاورمیانه میکوشد تا با جوش دادن توافق آتش بس در غزه از گسترش دامنه بحران در منطقه جلوگیری کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب از واشنگتن با ما هستند. آقای هاشمیان، چقدر ممکنه این حمله ها باعث بشه که حمله های حوثی ها به کشتی های تجاری در منطقه متوقف بشه؟ ما
متوقف نخواهد شد، ولی این حمله گسترده ترین حمله ایالات متحده از زمان شروع درگیری با حوثی هاست. تقریبا همه هفت استان موجود در اختیار حوثی ها هدف قرار گرفته. عمق حمله هم خیلی وسیعه، ولی این قضیه بحران اقتصادی بین المللی که الان روز به روز داره وسیع تر میشه رو از بین نمیبره، چون که کشتی هایی که از این منطقه میگذارن خیلی حساسن به این حملات و حوثی ها میتونن با شلیک یک موشک در هفته این وضعیت را به همین حال بحرانی خودش نگه دارن، مگر اینکه استراتژی ایالات متحده نسبت به یمن عوض بشه و خواهان ساقط کردن کل حوثی ها و قدرتشون در یمن بشه. الان داریم می‌بینیم که حوثی‌ها گفتن که ما حمله هامون رو ادامه میدیم. به نظر میرسه که نسبت به نیروهای نیابتی دیگه که ایران در منطقه داره، این نیروها دارن مقاومت بیشتری نشون میدن. شما علتش رو چی میدونید؟ خب اینها از یک سیستم اطلاعاتی خیلی خوبی بهره‌مند بودن. این سیستم اطلاعاتی از زمان علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن وجود داشت و اشراف کامل بر تمام سواحل یمن داره، حتی بر اون قسمتی که جنوبی ها و اون دولت مشروع یمن بر اون حکومت میکنن اینها اشراف دارن و این سیستم با تمام ضرباتی که الان خورده به شکل خیلی قوی عمل میکنه و بنابراین اینها میتونن هر گونه تحرک کشتی ها در این منطقه رو زیر نظر خودشون بگیرن و ساحل یمن هم ساحل بسیار طولانیه، از اون سو هم خلیج عدن رو داریم و بعدش هم دریای هند و دریای عرب، لذا اینها میتونن در هر نقطه از این مرز وسیع خودشون کشتی هایی رو رصد کنن و به اون حمله کنن و کافیه در این گستره بسیار طولانی یک حمله در یک هفته داشته باشن، میتونن این وضع رو نگه دارن و این وضع الان داره ریشه پیدا میکنه، عمیق‌تر میشه. جهان و اقتصاد جهان الان شدیداً تحت تاثیر این قضیه قرار گرفته و میدونین که اروپا و ایالات متحده در دوره پیش از تورم رنج می‌بردند، خیلی تلاش کردند که نرخ تورم رو پایین بیارن، در همین آمریکا تورم به 10% رسید، اخیراً تونستن تا حدود 3% کاهش بدن. این وضعیتی که حوثی‌ها در منطقه ایجاد کردن میتونن دوباره بین 3-5% تورم جهانی رو اضافه کنن. و از زمانی که حمله های آمریکا و بریتانیا به حوثی ها شروع شد 29% کمتر استفاده کردن کشتی های تجاری از مسیر دریای سرخ و حمله ها هم تعدادشون بیشتر شده. 9 حمله در طول 3 هفته پیش داشتیم، در حالی که قبلش که حمله های آمریکا شروع شده بودش فقط 6 حمله از طرف حوثی ها انجام شده بود. اگر به همین نگاه کنیم می‌بینیم که به هر حال حداقل تا الان تأثیری نذاشته این حمله ها و صحبت های مقام های غربی درباره ایران تندتر شده. امروز وزیر خارجه بریتانیا گفته که ایران باید مسئولیت گروه نیابتیش رو بپذیره و نمیتونه بگه که اونها در تصمیم گیری مستقل هستن. آیا فکر میکنید که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه منافع ایران مستقیما چیزهایی که متعلق به ایران هستن در منطقه در خارج از مرزهای ایران مورد هدف قرار بگیرن؟ ببینید، پکیج ایران اگر مورد حمله قرار به آقای بایدن تصمیم بگیره حمله علیه ایران انجام بده، در واقع بایستی تمام متغیرهای استراتژیکی که قبلا در مورد ایران تصمیم گرفته شده بود عوض بشه. یعنی تنها به یمن و رابطه جمهوری اسلامی با یمن محدود نخواهد شد. استراتژی که بین جمهوری اسلامی و عراق، بین جمهوری اسلامی و سوریه،
لبنان و جای دیگه بایستی عوض بشه و تمام استراتژی آمریکا نسبت به این قضیه باید تغییر کنه. در حال حاضر چنین چیزی وجود نداره. حتی در حملات اخیر هم ما دیدیم که ایالات متحده قصد درگیر شدن با جمهوری اسلامی رو نداره. بنابراین دو راه باقی نمیمونه، یا اینکه ایالات متحده بتونه بر جمهوری اسلامی از طریق ابزارهای دیگه فشار وارد کنه و به یک مصالحه در مورد یمن برسه، یا اینکه بیاد تمام استراتژی سابق خودش رو در مورد جمهوری اسلامی تغییر بده و وارد یک حمله مستقیم به منافع جمهوری اسلامی بشه. متشکرم. حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب از واشنگتن. ماما نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم امروز. در مراسم تشییع کشته‌های حملات هوایی آمریکا به شبه نظامیان مورد حمایت ایران، رهبر هشت شعبی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شد. آمریکا و بریتانیا در سومین حمله مشترک به مواضع حوثی‌ها 36 هدف نظامی را در یمن بمباران کردند. در ادامه این برنامه استقبال تاجیک‌ها از تیم ملی کشورشان پس از درخشش آنها در جام ملت‌های آسیا. با ادامه حملات آمریکا علیه شبه نظامیان نزدیک به حکومت ایران در خاورمیانه، جمهوری‌خواهان در آمریکا بر حمله‌های لفظی خود به جو بایدن افزودند. آنها شکل پاسخ دولت بایدن را نشانه ی عدم قاطعیت و تعلل او در برابر حکومت ایران می‌خوانند و می‌گویند که او با به تأخیر انداختن عملیات به جمهوری اسلامی فرصت داد تا نیروهایش را از محل حملات دور کند. همکارم خشایار جنیدی از واشنگتن با ماست. خشایار، مقداری این بیشتر به ما بگو از واکنش جمهوری خواهان به حمله های آمریکا. بعد از حمله یک شنبه گذشته که منجر به کشته شدن سه نظامی آمریکایی شد، فشار زیادی در داخل آمریکا بر جو بایدن وارد میشد برای اینکه بلافاصله اقدام تلافی جویانه انجام بده، قاطعانه، و بسیاری از جمهوری خواهان صحبت از این میکردن که باید اهداف نظامی ایران چه در منطقه و چه در داخل خاک این کشور مورد هدف قرار بگیره. اما بعد از اینکه حملات صورت گرفت، حالا باز همین انتقادها ادامه داره. جمهوری خواهان بسیاریشون انتقاد کردن از آقای بایدن، میگن که خیلی طول کشید تا اقدام تلافی جویانه را انجام داد، 5 روز طول کشید، و اینکه دولت آمریکا در بیانیه‌ها و صحبت‌هایی که مقام‌های او مطرح می‌کردند، پیام‌هایی رو به ایران و نیروهای نیابتی اون از این طریق منتقل کردن که اهدافشون و برنامه‌هاشون برای اقدام تلافی جویانه نظامی چه هست، و به اونها فرصت کافی دادن تا بتونند اقدامات تمهیدات لازم برای تقویت مواضع دفاعی خودشون انجام بدن. از جمله افرادی که انتقاد بسیار شدیدی در این رابطه داشته، مایک جانسون بوده، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، سومین مقام ارشد حکومت آمریکا حساب میشه، که او در بیانیه‌ای انتقاد کرد از دولت، گفت رئیس جمهوری خیلی صبر کرد و اقدامی که صورت گرفت به گفته او قاطعانه نبود. و فقط هم سیاستمداران نیستن که در این باره دارن صحبت میکنن، بعضی از رسانه ها هم انتقاداتی رو مطرح میکنن. از جمله وال استریت جورنال امروز در این روزنامه شاهد این بودیم که گفته این حملات هیچ کدوم از خطوط قرمز ایران رو رد نکرده و گفته که در حملاتی که صورت گرفته هیچ کدوم از نظامیان ایرانی جانشون رو از دست نداده. اما با توجه به اینکه الان فضای انتخاباتی هست در آمریکا، چقدر از اون نظر در فضای انتخاباتی چقدر واکنش داشته؟ به هر حال جمهوری خواهان از هر فرصتی استفاده خواهند کرد برای اینکه انتقاد کنن از آقای بایدن، با توجه به اینکه او خودش کاندیدای ریاست جمهوری دموکرات ها خواهد بود. هم از آقای ترامپ ما انتقاداتی رو شنیدیم، هم از نیکی هیلی شنیدیم که دیگر داوطلب ریاست جمهوری جمهوری خواهان هست، و دیگر جمهوری خواهان اینکه آقای ترامپ قبلا گفته بود که اگر من رئیس جمهوری بودم این اتفاقات نمی افتاد، و بسیاری از متحدان او دارن صحبت از این میکنن، مقایسه میکنن بین عملکرد آقای بایدن و آقای ترامپ. از جمله اینها سناتور تام کاتن، سناتور جمهوری خواه هست، که گفته که رؤسای جمهوری آمریکا با قاطعیت با ایران مقابله می‌کردند، از رونالد ریگان که نیمی از نیروی دریایی ایران رو غرق کرد، تا دونالد ترامپ که
قاسم سلیمانی رو کشت و این رو داره مقایسه میکنه با عملکرد بایدن که بگه بایدن عملکردش ضعیف بوده. بله. اما از سوی دیگر رسانه های جمهوری دموکرات بعضیاشون یا رسانه هایی که نزدیک به دموکرات ها هستن هم سعی دارند به نحوی توضیح یا توجیه کنن رفتار آقای بایدن رو. از جمله اونها من به کرات در CNN و بعضی دیگر شبکات دیدم که صحبت از این میکنن که نیروهای شبه نظامی در منطقه چه در عراق چه در سوریه یا حوثی‌های یمن با اینکه تحت حمایت حکومت ایران هستند نوعی خودمختاری داره و مکرر تکرار میکنن که حتی دولت ایران در مواردی ناراضی هست. جنیدی خشایار ممنونم ازت از واشنگتن. دیشب ساعت‌ها هوادار فوتبال برای استقبال از تیم ملی فوتبال تاجیکستان به فرودگاه شهر دوشنبه رفتند. تاجیکستان در اولین حضورش در جام ملت‌های آسیا تا مرحله یک چهارم نهایی پیش رفت. در همین حال رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان راهیابی ایران به نیمه نهایی این جام را تبریک گفته و برای این تیم آرزوی موفقیت کرده. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد. فرش قرمز به شرف تیم ملی تاجیکستان بعد از بازگشت سربلندانه و محترمانه از جام ملت‌های آسیا در قطر. معاون نخست وزیر، مسئولان شهرداری و فدراسیون فوتبال کشور به پیشواز تیم ملی فوتبال تاجیکستان رفتند. بازیکن‌های تیم ملی و سرمربی آنها در بیرون از ساختمان فرودگاه با استقبال پرشور هواداران فوتبال روبرو شدند. با وجود هوای سرد و بارانی در این وقت شب ده ها نفر از طرفداران تیم ملی فوتبال تاجیکستان برای استقبال آنها آمدند و نشان احترام و قدر شناسی از عملکرد آنها در رقابت های جام ملت های آسیا. سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان بعد از درخشش چشمگیر این تیم در رقابت‌های گروهی و حذفی جام ملت‌های آسیا در قطر چهره محبوب در میان هواداران فوتبال تاجیک شده. تیم ملی تاجیکستان به خانه برگشت، اما ایران کشوری دیگری پارسی زبان پس از پیروزی دیشب بر ژاپن به نیمه نهایی صعود کرد که مایه خوشحالی هواداران فوتبال در تاجیکستان و بازیکن‌های تیم ملی این کشور شده. تبریکات زیاد به دسته با تیم ملی ایران میرسونم و آنجا گفتم که اگه ما تاجیکستان قهرمان نشیم دوست دارم که ایران قهرمان شه، چون که آنجا دوستای من خیلی زیاد است، آقا علی رضا، آقا مهدی تارابی و آقا حسین که آنجا بازی میکنم، با هر یکشان تو بازی آینده‌شان برباره خوانم. Up in the area, stands up the cross into the middle. نقشی پیتر شگر، سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان، در انسجام، حمایت، نظم فنی و تاکتیکی این تیم و روحیه دادن به بازیکن‌ها در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا از عوامل کلیدی موفقیت تیم خوانده می‌شود. فکر می‌کنم بازیکنان با استعداد زیادی داریم. بچه‌های با استعداد بسیاری را هم اینجا می‌بینیم. امیدوارم تاجیکستان بتواند به همین روشی که در سال‌های گذشته شروع کردیم ادامه بدهد. فکر می‌کنم در حال حاضر بسیار موفقیم و اینکه در میان 8 تیم برتر آسیا هستیم به نظرم فوق‌العاده است. تاجیکستان در نخستین حضورش در جام ملت‌های آسیا تا به مرحله یک چهارم نهایی رسید که فراتر از تصور بوده است. دستاورد اساسی توجه به ملت ما، به دولت ما، به تاجیکستان ما، به فوتبال ما از تمام جهان خیلی خیلی زیاد بود. روحیه بلند رو ما باید نگاه داریم و با همین روحیه بلند با بازی های نوبتی انتخابی جام جهان باید آماده باشیم، زیرا بازی های خیلی جدی است با عربستان سعودی، با اردن. بسیاری در تاجیکستان امیدوارند که حضور نخستین و موفقیت آمیز تیمشان در جام ملت‌های آسیا شروع حرکت نو برای فوتبال تاجیکستان باشد. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. مراسم اهدای جوایز گرمی امشب در لس آنجلس برگزار میشه. جایزه هایی که هر سال به بهترین های صنعت موسیقی تعلق میگیره.
اما مراسم امسال تفاوت چشمگیری داره و اون پیشتازی زنان در نامزدی جوایزه. پیشبینی میشه که تیلر سویفت که با 7 بار نامزدی در رشته آهنگ سال رکورد شکن بوده، امسال بسیار موفق ظاهر بشه. اما واردی گزارش میده. سالی فوق‌العاده برای زنان در دنیای پاپ با نامزدی در بخش‌های اصلی جایزه گرمی. تصور سالی بهتر از این برای تیلور سویفت دشوار است. تور تازه‌اش رکورد شکسته. ضد قهرمان درباره خود بیزاری است. این آهنگ یکی از نامزدهای اصلی جایزه امسال است. این او را به ترانه سرایی با بیشترین نامزدی در این بخش بدل می کند. اما رقبای سختی هم دارد. اولیویا رودریگو، مایلی سایرس و سیزا. آنها همزمان برای بهترین ضبط سال هم رقابت می کنند. آیا آهنگهایشان سبکهای متنوعی دارد؟ بسیاری از منتقدان معتقدند آنچه این زنان در آن مشترکند توانایی نوشتن آهنگهای عمیقا شخصی است. بیلی آیلیش هم به این خصوصیت شناخته می شود با آهنگش برای فیلم باربی. اما آیا این نقطه عطفی در دنیای موسیقی است که همچنان در سلطه مردان است؟ فکر میکنم گرمی میتونه تغییر کنه. میتونن درستش کنن اما نه لزوماً در زمان مناسب. خیلی ها میگن این که زنها سالها تو این عرصه پیشتاز بودن اما تازه امسال در نامزدی پیشتازن یکم دیر به نظر میاد. امسال انتظار میره زنها بیشترین جوایز اصلی رو درو کنن، اما جای اونها در بخش دیگه‌ای خالیه، برای کارهایی که پشت صحنه انجام میشه، جایی که زنهای بسیار کمتری حضور دارند. مثلا در بخش سازنده های موسیقی و صدا بردارا این صنعت همچنان مردان است. چالش دیگری که جایزه گرمی با آن روبروز این است که با پخش اینترنتی شمار تماشاچیان پخش تلویزیونی کمتر شده. آیا این جایزه همچنان برای علاقمندان موسیقی مهم است؟ فکر میکنم بیشتر علاقمندان نیازی ندارن که جوایز این چنینی بهشون بگه کیا محبوبن، اما همزمان دوست دارن خبرهاش رو دنبال کنن، فرد محبوبشون رو داشته باشن که ببینن میبره یا نه و درباره اینکه کی برد و کی باخت حرف بزنن. واسه همین فکر میکنم گرمی همچنان مهمه، حتی اگه مردم اونو زنده تو تلویزیون نبینن خبرهاش رو آنلاین دنبال میکنن. شبی که جشنی برای صداهای زنانه خواهد بود، با آنکه صنعت موسیقی همچنان مردانه است، امشب اینطور احساس نخواهد شد. اما واردی، BBC نیوز، لس آنجلس. به پایان این بخش خبر میرسیم، اما BBC فارسی رو میتونید مثل همیشه در شبکه‌های اجتماعی مختلف هم دنبال کنید. نشانی ما در اینستاگرام، یوتیوب، فیسبوک، اکس و تلگرام از BBC Persian و آدرس سایت ما bbcpersian.com. ممنون که در این بخش خبر با ما همراهید.